در جریان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری رژیم 5 دور نمایش تلویزیونی تحت عنوان مناظره بین نامزدها برگزار شد. در پایان اولین دور که بحث در مورد طرح‌های اقتصادی نامزدها بود، یک تحلیلگر اصولگرا گفت تقریبا همه بحث ها به تکرار گذشت، به تکرار و کلیگویی و در واقع وعظ و خطابه، و الان نشون داد که کاندیداها و نامزدها بیش از 4-5 دقیقه بحث جدی دیگه بحث همش تکرار و وعظ و خطابه و نمیدونم کلیگویی و رتب و یابس گفتن و اینها بود دیگه، حرف جدی دیگه وجود نداشت. سایت عصر ایران هم با تشبیه نمایش مناظره به زنگ انشا در مدرسه نوشت این مناظره بود یا زنگ انشا. در این دور طبق معمول برخی نامزدها به جعل نقل قول از خامنه ای و یا حمله به دولت روحانی پرداختند، کاری که صدای خامنه ای و روحانی را هم درآورد. دفتر خامنه ای با صدور یک بیانیه نقل قول ها را تکذیب کرد. روحانی هم اعتراض کرد که به دولت من اتهام زده اند، باید وقت بدهید که در تلویزیون از خودم دفاع کنم. در نمایش دوم با موضوع اقتصاد باز هم نامزدها حرفی برای گفتن نداشتند. هر 6 نفر آنها در نقش منتقد وضع موجود ظاهر شدند، اما هیچ ایده و برنامه‌ای نداشتند. در نمایش‌های بعدی که بحث اقتصاد و سیاست خارجی بود، نامزدها به جای ارائه برنامه یکدیگر را به باد حمله گرفتند و یا تمسخر و تهدید کردند. کار به جایی رسید که مشاور یکی از نامزدها در شبکه ایکس نوشت این مناظره ها باعث سرخوردگی و بی انگیزگی طرفداران رژیم شده و ای بسا باعث کاهش مشارکت بشود. خامنه ای هم پس از سومین دور این نمایش در روز دوم تیر علناً آنها را شلاق کش کرد که چرا حرف هایی می زنند که دشمنان نظام را شاد می کند. این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم میکنن موجب نشه که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزنه که دشمن شاد کنه ما رو، حرف دشمن پسند زده نشه. در یک کلام نمایش مناظره نه تنها سودی برای خامنه ای نداشت، بلکه بیشتر نمایش بنبست و دوران پایانی رژیم بود و معلوم شد که خامنه ای پس از حرکت رئیسی به قول یک جامعه شناس نظام با قحط الرجال مواجه است و مجبور شده به مهرهایی تن بدهد که هیچ کدام در قد و قواره رئیس جمهور نیستند.